من تو بچگیام یه دوست داشتم لانگورا داست چامچامال. من احتیاج به یک آدم قابل اعتماد کنار خودم. آقا جون هر کاری میکنه خفن. چه خفنی؟ چه خفنی؟ هر کاری که خفن نیست بابا. ما هم کم خفن نبودیم. گالیلینیو مقدم به ما گفت شما یه زحمتی براش کشیدید، کمک کردی جد منجمدشو دیپورت کنن. مکافین. آها، مکافین خلاف سنگین ترین ماده کل کهکشانه. عجب شانسی داری تو لعنتی. چطور؟ هنوز یه بسته مکافین واسم مونده بود. مکافین بابا تبریک میگم. آخرین مریخوندی که با مکافین گرفتن تبعید کردن سیاه‌چاله. بازش کن ببینیم چی توشه. نمیدونم این چیه. من چقدر حواس پرمشکی کردم. بیا امروز با هم دیگه بریم یه پرمشکی داغ بزنیم. من که نمیدونم چیه ولی خیلی پایم. بزنش. پایه. پایه است. پایه نشنه بودم. پایه. آه من که دقیقه خنگ خودم. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. شکل عجیبی هم داره. خیلی سخت بود نه؟ مثلا نگم براتون. آخه نه حق داری، این آخه بزرگتر از اونی هم هست که من فکر میکردم راستش. بزرگش مثلا نیز این آج داره. چی کشیدی تو؟ پاور کن پاره شده قشنگ، همه راه گلوم پاره شده. نه این گلوی که من میبینم دیگه گلو بشون دیگه اون گلوی اول نمیشه دیگه. حالا چی کارش کنم اینو؟ تو بساط آقا جون جاسازش کن، بعد زنگ بزن پلیس بیان بگیرن ببرنش بندازنش بیرون. چه جوری این کارو انجام میدی؟ آقا بهتر اینجا واسه جاساز جیب پایین محفظه اکسیژن لباس فضاییه. میذاری اونجا آقا جون رو برمیداری میبری کجا؟ کافه. زنگ میزنی پلیس، آقای مکافین داره. پلیس میاد. سلام سلام، کیه؟ اینه بازرسی بدنی. این چیه؟ مکافین. مال کیه؟ مال اینه. میگیرنش دیپورت. تمام. ناپی تو کی اینقدر مغز متفکر رو نقشه کش شدی؟ فکر کردی زحل رفتیم با بچه های چقدر خوش گذاشت. اسی جات خالی بود. جات همون توی لباس فضایی تو من چای خوش جاساز کرده بودم دیگه، همون جایی که الان دارم میگم. جان جان چیه پس این چای دبل کافه اینا که چپ و راست مینداختی بالا فکر کردی کجا اومده بود؟
زباله هسته ای اگه گیر میافتادیم چی؟ فلن که نیافتادیم. چه چایی هم بوده کجا گرفته بودی؟ خیلی اینا خوبن. اینا نپتونی هن زیر یخ عمل میارن، میذاری دم میشه این کافئینش دیکانسرکتیو میشه اصلا میری بالا. پس دیگه چایی مرده شده از چایی رو ببرن. تو چرا قد ابله شدی ناپی؟ اصلا کی با لباس فضایی میره تو کافه که من اینو تو لباس فضایی بیام جاساز کنم؟ میذاری بغل دستش رو میز، نمیخواد جاساز بکنی، بعد زنگ میزنی پلیس، میگه آقای پلیس ما مهاجر داریم، مهاجر مکافین داره، میان میگیرن میبندن میندازنش بیرون. اینا در شعار ادای مهاجر پروری در میارن، مهاجر دوست خودشونو نشون میدن، در کنش از هرچی غیر سبز پوست متنفرن. نجات پرستا اینا اصلا مکافی لازم نیست که، منتظر کوچکترین بهانه که یه بلایی سر ما زمینی ها بیاره. خود ما اگه پاسپورت نداشتیم تا حالا 100,000 مرتبه انداخته بودم بیرون. همین جوری هم. ما هر کاری هم بکنیم، هر پیشرفتی هم بکنیم، در نهایت یک مریخوند درجه دو حساب بشیم. چرا؟ به خاطر رنگ پوستم. همین گالنی و مقدم بچه کی تو کل کهکشان میتونه اینجوری زبونش رو لوله کنه؟ بعد آدم به این نخبگی باید اینجا شهروند درجه دو باشه؟ اگه همین کار رو یه مریخی میکرد الان سلبریتی میلیاردر بود. چی تاشنانه تو گلتون؟ شش مثلا یه چیز عجب. ولی خیلی قشنگ لوله بود. دیدی چجوری این کار رو میکنه؟ از من هر مسیری میرم نمیرسم. نمی تو مسیر رو داری اختباه میرم. نمی من نمیدونم زبون رو باید لوله کنی بعد بدی بیرون نه. یا بیرون باشه. یه بار دیگه راجب لوله و گالیله حرف بزنی جفتتون رو میام شتک میکنم. خشن پاشیم بیاین کافه، منم آقا جون رو یه جوری برمیدارم میام کافه. بچون بیاین های ماره چرا میکشی وسط؟ برو دیگه، پرزور پر نیروب نیرو بر تو باشه دیگه. راوچا رو یادت دادیم دیگه، برو اونجا هم کاری که گفتیم انجام بده. ما کار داریم، نیروب باشه. من میرم کافه، اگر گیر بیفتم خدا شاهده جفتتون رو لو میدم میگم شریکان بودین. ایوا چه آدمی شدی تو؟ میدونی تو هر کاری خوب نباشم تو لو دادم بی نظیره. بدونه باشه انصافا تو این کار خوب، خدایش دیگه تو این کار یه دونه است دیگه، نداریم شدیش. میایم ببین چی پیدا کردم. صندوق و بادم زمینی بزن. آقا جو لباستون بپوشیم بریم کافه. چه اینجوری حرف میزنی؟ جور خاصی حرف میزنم؟ آره. نه توت. نه لباستون بپوشیم بریم کافه. نمیام. چرا؟ میخوام با این بچه فیلم نگاه کنم. فیلم داره مگه؟ آره روزی داره فیلم اکشن خفن میخواد نشون بده. منم اصلا خودم کف کردم، نمیدونستم مریخ صنعت فیلم سازی داره. نه 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 تو صنعت فیلم سازی که مریخ اصلا حرف اول تو منظومه شمسی میزنه. نه بابا. بله تمام جوایز شمسی نقره میرسه به کی؟ به مریخیا. ایوال بله. ببین من عاشق فیلم اکشنم دیگه، نیست خودم هم اکشن کار بودم، میمیرم واسش. خیلی خوب، پس منم میمونم باهاتون فیلم میبینیم بعد میریم کافه. باشه خوبه، بیا بزن. تنقلات اصلا با فیلم میچسبه. حالا میخوام بگردم چوسه فیل و تخمه پیدا کنم. نه من که خیلی حال میده با فیلم. من تمرکزم چون میگیره نه بهتره که. خب بس بیا بشی. نه نه راحتم اینجوری. میخوای کل فیلمو واسی؟ آره. مریخ سال 3000. با پایان یافتن منابع آب مردم تشنه تلاش کردند خود را به آخرین سفره آب باقی مانده در مریخ برسانند، ولی صاحبان آب گروه خشن و جنگجوی هاکونا ماتاتا اجازه دستیابی مردم به آب را نمی دادند. مردم خشمگین به رهبری جوانی به نام چوپوموتینگ بارها تلاش کردند، ولی هر بار از جنگجویان هاکونا ماتاتا شکست خوردند. اما در بار آخر در نبردی خشن پیروز شدند و سفره آب را تصاحب نموده و از آن پس به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی شروع شد. عجب فیلمی بود. همه موهای تنم سیخ شده. فیلمی بود؟ آره. همون شد؟ این آدم بدا رو شکستشون دادن دیگه. عجب جنگی آخرش هیجان انگیز بود. کجاش؟ کجاش آقا جون؟ اون همه خشونت تو اون نبرده به اون بزرگی چطور ندیدین؟ این همه خوش
این همه خشونت تو این فیلم. این فیلم مثبت 50 نبود که. چرا مثبت 50 بود؟ چرا میدون اگه لونا بفهمه چه مادری ازت در میاره. نه خیالت راحت، به لونا نمیگم. اما دیدی این آدم بدا رو چه جوری به سزای اعمالش رسوندن؟ کجاش؟ شکر واسه ببینم. مگه اصلا فیلم تموم شد؟ آره دیگه تموم شد دیگه. آقا جون چی؟ فیلم کوتاه بود؟ چرا فیلم کوتاه؟ برای که کوتاه بود. آقا جون فیلم کوتاه که 5 الی 7 ثانیه است. تیمارستان اینجا بگی بینیم بابا. باشه بریم همون کافه بابا، نخواستیم با این فیلماتو گندشو در بردی. این فیلم بود؟ خب آقا جون چرا همینجا تو کمد تعویض لباسه میکنی؟ برای که خودم بلدم لباسمو عوض کنم با این کمدتون، با این فیلماتون. این فیلم جایزه گرفته؟ اصلا هرچی جایزه فستیوال آقا جون چه نقد تند و کوبندهی به فیلم داشتن. نقد کوتاه و مفیدی بود. بپر لباست عوض کن بریم. بریم کجا بریم؟ من و آقا جون فقط میریم. نه دیگه منم میام دیگه. شما نهایتا با ایگی و دوستان میتونید برید بیرون. میخوایم مردونه بشینیم حرف زشت بزنیم. آه حرف زشت. نه حرف زشت همه رو خودم بلدم. ببین گاندی، یه کاری نکن به مادرت بگم میشینی فیلم مثبت 50 میبینی. چه کاری نکنم؟ چی شد؟ مادرته چی شد؟ اسی لونا گاندی آقا جون رفتن لباسشون عوض کنم با هم دیگه بریم عشقها. راست میگی؟ چقدر خوشحالم که دارین با هم دیگه میگردین. چقدر خوشحالم که داری آقا جونو میبری بگردونی. آخه میدونی اون اوائل فهم میکردم با آقا جون من راحت نیستی، ولی قلب مهربون تو رو یادم رفته بود اسی. چقدر تو با محبتی، چقدر به فکر آقا جونی، چقدر وقتی با آقا جونی من خیالم راحته. به جون مادرم، کار لوک هوا نورده گولم زد. چطوری نوه لطیجه قشنگ من؟ آقا جون چطوری؟ من خوبم. آقا جون بساطت کجاست؟ بساط منو میخوای چیکار؟ دارم با لانگورا میرم پیکنیک. الان بیرون منتظرمه. آخه ما خیلی دوست صمیمی هستیم. زندگیشو مدیون توی کلی داشت ریاضی یاد دادی. پاشو گاندی زیر کانتره برد بیار. بودو ببین به این لانگورا بگو یه خونه برام تو آرسون بخره. گاندی گفتم لانگورا دوست صمیمی من، نگفتم که ازش بکنی. اتفاقا آدم باید دوست صمیمیش بکنه دیگه، از آشنا بکنی بهتره، انتظار نداره. ببین یه دفعه شل نیه یا بگی دستمزد چند برابر نمیخوام و این حرفا و حولبازی در نیار، یا هر چی داد بگی. اصلا دب بکن، بگو چند تا پیشنهاد کاری دارم. خب فقط من پیشنهاد کاری ندارم. اصلا کلاً پیشنهاد چی هست؟ آقا من اشتباه کردم، ولش کن، هر چی داد بگیر. ببر برو بهت خوش بگذره. خدافظ. این چه خدا بزین کن اسی، خیلی ازت ممنونم، خیلی. به جون مادرم لوک هوا نبر. سلام علیکم. بلند و پربازی چطوری؟ به بابا سلام برسون. کله قرمزی کن. کله قرمزی آقا جون برای نده مولی من میکشه ما رو. بیا بزن ما با کاری نداره. آکی چرا خوشگل تا چه دیگه امروز بلا عبروات دست داری؟ خدا نکشدت ناصف گله نمکی. بیا بشین موها توی نپتونی بزنم، آخرین مدل کهکشم. آره جون تو اتفاقا از موقعی که اومدم مریخ دست به موهام نزدم. نه اسی جانم. اسی چرا رفتی اون پاش بی جلو دیگه؟ اون حق نداره پاشو بذاره تو مطعه ما. چرا باز چه گندی زدی ها؟ من در جریان نیستم. بیا بریم بابا، بیا بریم این مدل رو بهت نشون بدم. تو هم برو پیش همون نیو مهرابی جونه. دفعه آخرت باشه دکتر ما رو اذیت میکنی ها. دکتر به خوشمزه ای. عجله داریم آقا جو، الان منتظرمونن بچه ها. فرشته
خودت متوجه مکست شدی یا توضیح بدم؟ حرف نزدم. حرف تو نگفتم، مکس کردی تو عکس العملت، مکس اینجوری کردی مکس. مگه اونم قبوله؟ همه مکس ها جز مکس. ای بابا چقدر جدیدن دارم مکس میکنم. بله شما اصلا یه جوری شد، یه چیزی انگار توی شما مشکوک که من نمیتونم روش انگوش بذارم. اگر چیزی هست اعتراف کن، اعتراف کن. قول میدم اگه اعتراف کنی برای تخفیف بگیرم. اعتراف کن به جون مادرم. آه نه چی نه لوک هوا نه اسی بره میگه دیر شد. واه تیم سا چطوری؟ عاشق سیبیلای سبزتم. بودو بریم بابا بودو. یه بار دیگه آقا نسید یه بار دیگه آقا دیگه. خیلی خوب خیلی خوب باش. یه سکوت بزن. فال چه عجیب و سرامیز. رسی رسی انگوششو دار رو هم باید بدون مواد منفرشه. چی بگو تو شو یه واسه داشتن هیچی صدا در میاد. اگه داریم دیگه کاری کرد دستمون برداریم. کاری کرد دستمون برداریم. فال کاری کرد. چهار تا چایی دیکه حفظ آقا ناصر رو رفقا. چاکر عمو 67 خودمون. ده ساله میاییم اینجا آخرم شدیم رفقای آقا ناصر. بی خیال آقا. دیکف چه؟ چای بدون کافئین آقا. بس چی؟ قانون جدیده مردا چای دوم به بعد دیکف. زیادتر بخورن کافلاته میکنن. کافلاته یعنی چی؟ یعنی کافئینشو میزنه بالا لاتبازی در میارن. ببخشینا ولی تو همین مدتی که ما اینجا نشستیم اون خانومه اون بر بالای 5 تا چای خورده. حالا اون بانوه واسه بانوان محترم فرق میکنه. بانوان محترم چون باجنبه ترن و باشور ترن و اندازه دستشونه از شمول این قانون موافق هست. بی خیال اوه این زنها دیگه بد جوری دارن میکنن تو پاچه شما مردا. حالا سر حرف سیاسی نزن داریم کاسبی میکاریم. ها این چیه بابا؟ آبزیپو چاییه. آبزیپامو تمام شده. من برم دستشویی بابا تحویل بدم. دستشویی چه خوب میره دستشویی. خب چیکار کنم اینو؟ چیکار کنه اینجا؟ بذار بغل لیوانش دیگه. بذار آقا یه لحظه مرسی بگم. یه فرصت دیگه بهش بدیم. الان داری میگی؟ الان که این تو دست منه داری اینو میگی؟ خیلی آدم با حالی. من الان فهمیدم صدای کجا در نمیاره. میخوای مزخرف گفتن رو تمام کنی؟ شاید این آخرین فرصتمون باشه. این دیالوگ یه فیلم نبود؟ نمیدونم برای خودم هم آشنا. آره منم شنیده بودی؟ نه 100% با هم دیدیم. با هم دیدیم. ما هم فیلم ها رو با هم دیگه میدیدیم. مدت هنر چی بود؟ تازه نهیدیم. این مره قدیمی بیاد نیست؟ این شاید این آخرین فرصت ها این جمعه رو نه اینو یادم نیست. ولی شما یادتون آخرین بار کی شتک شدیم؟ کی شد؟ نه این نه بگم اینو کجا بزن؟ بابا بده من این کشتی ما رو. نمیخوای زنگ بزنی؟ به کجا؟ پلیسی که خدمت پلیس. گرفتی یکی تنشو گرفت. عوض بشو کلوف کلوف پر دیاف دیاف. اداره پلیس نیوکرک سروان دموچی صحبت میکنه. بفرمایید. جناب سروان من میخواستم در مورد یک تبهکار بهتون گزارش بدم. گزارش بده. فردی که یک مهاجر سفید پوست هست الان در حال حاضر در کافه آخرین جدای همراه خودش مقدار قابل ملاحظه مکافین داره.
مطمئنی این اتهام بزرگیه ها؟ آره 100%. الان میام تو 3 سوت دیپورتشون میکنم. این مهاجرا فکر کنن هر غلطی که دلشون میخواد میتونن بکنن. اسم شما چی آقا؟ اسم من چه اهمیتی داره؟ اسم من کوچکترین اهمیتی نداره. من فقط یک مریخمند قانونمند هستم. من ولی فکر کنم شما رو میشناسم. خیر خیر، من اصلا صدام آشنا نیست. از این صداها زیاده، احتمالا جای دیگه شنیده باشی. من هم اینطوریم. نه نه نه، صدا نه. یه وقت از صدا میشناسم میگم، یه وقت از صدا نمیشناسم، از مکساتون دارم میشم. شما مکسات برای من آشناست. آقا من کجا مکس کردم؟ شما این حرفی که میزنین درست نیست. من مکس نکردم. آقا مکس کردی دیگه، نگو مکس نکردم. پلیسم ها، مکس کردی. شما منو یاد یه آدم بد مکسی میندازی که نمیدونم کیه. یه بار دیگه صحبت میکنی؟ صداتون رو بابا میگم کلوفت بی مکس. چقدر مکسی تو؟ خاک تو مکست کنم. خوب بود، خوب بود، اب نداره. نزدیک بود رو صد. نزدیک بود از رو صدام بشتاسم. نه بابا این چی خوب قد کردی. دموچی خیلی تیزه. دیگه از این کلوفتر. ببین اون مکسای من رو شهر از اون کرده. نکن دیگه این مکسای تو میگه. عادی باشه. عادی. خیش خب. جم. این نقشه تو نقشه بی نقصیه دیگه، فکر همه جاشو کردی. شک نکن، فکر همه جاشو کردم. فکر همه جاشو کردم. بالاخره آقا جون دیپورت میشم، با اینکه ناراحتم ولی خب دیگه چه کنیم دیگه. میاد الان دستشویی میشینه اونجا. من گفتم که اونجا نزدیک بشه پلیس رو که زنگ زدیم میاد. و این چیه؟ شما اینجا نشستی؟ ما هم که اینجا نشستیم که اونجا. خب دیگه، خب اگه بگی که هر کی دوره میز نشسته شریک جرمه چی؟ فکر اونجا چی کردی؟ فکر این یه جا رو نکرده بودم. الان میاد. یعنی تو هر چی پیش رفت داشتی نه، تو همون دستشویی تو پس رفت داشتی. آخه این چه کثافت کاری یه بدون آب ها؟ چرا رفتین اونجا نشستی؟ هم ما اینجا نشستیم. عکس میخواستیم، عکس بگیریم. عکس چسبیدیم به هم. جس گرفتی؟ بده دوربین رو من بنزم. دوربین رو دوربین نداریم. دوربین اومدیم بگیریم، دیدیم دوربین نداریم، دیگه موندیم. نگرفت دوربین نداریم، بعد رفتیم اونجا نشستی جس گرفتی. عجیبه، خودم هم همینو میگم. خیلی اسکلی شما مریخیا. حالا سه شانس دیاب زیپا بس همون. ای ول دمت گرم. سه تا هم توفالی چایی رسی رفیم. دوست دارم. لاتو کافه؟ کافه لاته. نه یه چیز دیگه هست. لاته کافه. لاته کافه دیگه چه؟ پاشی پاشی پاشو آقا، لاته کافه اومد. پاشو اومدن بغل میدید. بسیار نزدیک هم نشین. باید که طبیعی میشه. 6 تا چای دو حتی شد. این موسیقی میگم کیه هایی؟ لاته کافه اسمش آقا ابراهمه. لاته کافه، لاته کافه شغلشون بوده، بعد فامیلشون شده گندلات محله از منطقه کلا. بعد بچه خاک قرمز بعض وقتا میاد سری میاد اینجا میزنه. و مستقیم داری نگاه رو میکنم. چیشتا هم چایی سفرش داره. چی شانسی داره؟ نهانش شاهماده چاییشو بخوره بره. ساده نیم هر جا میره تا چند نفر شتک نکنه آروم نره یه نره.
راه نمیرسیم. ببینم تو رو آقای اینکی. با شما اسم شما چیه؟ من ده دهم چشام برای ایشونه. ببین من این عقاب میبینم. آقای اینکی با شما اون وسط اسم شما چیه؟ آقا بنده وسیم که دست چیزی حالتون چطوره؟ من سیه نیو اکبری هستم در خدمت شما. از امروز اسمت شنگوله. شنگول تو مو قشنگ مو قشنگ. اسم تو منگوله. منگول آقای سیبیلو حبه انگول. من؟ روشن شد؟ فقط جسارتم ببخشه منگول حبه انگول اشتباه حبه انگور درسته. باریکالله خلاش شده نفتی جمع زر زدی کرم داری؟ چرا میاد سمت من؟ خلاش شده اینجا نه زر زد من فقط چیز بوده یعنی فقط خواستم که یعنی تصحیح کرده باشم انگول یه معنی دیگه داره. تموم شد؟ یه جوری شتکت کنم که درس عبرتی بشی واسه تمام بچه های نیوکرش که وقتی اسم آقا ابیلات کافه میاد رو حرفش حرف نزنی. حالا اینکه تو بردار اینکه تو بردار به من نگاه اینکه تو بردار بردار به من نگاه کن. دارم به شما نگاه کنم. چه جور نگاه کردن؟ به من نگاه کن قشنگ اینا دیدی حموم بشه حموم دیدی حموم واسه ببینم بچه گیر آوردی؟ وجود داری با هم قد و قواره خودت در بیافت. آقا جون داری چیکار میکنی؟ خطرناک مداخله نکنه. ببین یه بچه تهرون همیشه پشت رفیقش ما میسته. شما الان جلو بسنیم پس چرا؟ منظور رو بگیر یعنی پشتش در میاد پشتش رو خالی نمیکنه. شده واسه رفیقش رگش هم میده. ببخشید چرا یه همچین کار عجیبی باید یه بچه تیرو میکنه رگش رو بده رفیقش به چه کارش میده اصلا رگ رفیقش؟ واقعا چرا؟ من چه میدونم خریت یه مبحث معرفتیه. من ریز نشدم توش. حالا واسه بریم بیرون. واسه چی بیرون؟ خب واسه اینکه اینجا نادخه میزنیم این صندلی ها رو میشکنیم مجموع میشیم خسارت هم بدیم. آقا جون میز و صندلی ها رو اصلا چی کار داریم؟ میز و صندلی چرا باید بشکنیم؟ وسط کتک کاری که نقل و نبات خیرات نمی کنن که بالاخره چهار تا میز صندلی هم میشکنه. کتک کاری؟ آره نترس من کتک کار ملسه شاگرد اول محگول بودم. نگران نباش با سخت. آقا این چی میگه؟ کتک کاری چیه؟ چی میگه اصلا؟ تازه از یخ باز شدن. ایشون از اجداد منجمد همسرش گرانقدر بنده هستن. اینی که با مریخ خیلی آشنایی ندارن. یه جوری شتکت کنم که حال و اوضاع مریخ بیاد دستت. یه جلو دادا یه جلو. اسمینا من نفهمیدم بالاخره چی شد؟ دعوا میکنیم یا چی؟ بابا یکی اینو توجیه کنه. تکون نخوری آتا برگردم. خیلی خوب. آقا جون اصلا اینجوری نیست. شما باید با طرف مقابل انقدر چش تو چش بشین، زل بزنین تا یکی کم بیاره. اونی که کم آورد شتک میشه. همین این کم چیزیه. نه ببخشید درسته من اصلا فکر کنم آقا جون تا حالا شتک نشده. چنان از لحاظ روحی به همت میریزه که میگی کاش با هم برخورد فیزیکی شده بود. همین آقای لاته کافه داشت گالنی و مقدم هست آمین. یه بار شتکش کرد داغون شد دو شب بیمارستان روانی خوابیده بود. بیا تحویل بگیر. یعنی که فقط باش چش تو چش بشم؟ کفگرگی کله ای هیچی؟ بابا اینجوری تو حرف آسونه وقتی تو موقعیت قرار بگیری میگینی آسون نبود اصلا. آقا این کل مریخ رو یه بار شتک کرده طوری تیز نگاه میکنه که تا مغز و استخونه تیر میکشه. تموم شد آقا من با ست کافه دیگه برم. الان تموم میشه الان تموم میشه. سریعتر عزیزم سریعتر. کافه دیگه کار داره. بذار یه چیزی بهت یاد بدم. وقتی رفتیم اونجا تو تخمه چشش نگاه نکن به این گوشه های چشمش نگاه کن اینجوری کمتر اذیت میشه.
آقا جون روحت شاد و یادت گرامی بود. چی میگین شما؟ آقا جون شما به خاطر من دارید این کارو میکنید؟ من یه عمر تو اون غریبه دادم، تو که فامیلی. بشه حمو رو بابا تو هم ما رو گرفتی انگارا. دستت آره واقعا دستت. این بود لاتتون بجون شکار کردین شما الان؟ برخورد فیزیکی کردین؟ برخورد فیزیکی چیه بابا؟ حالا ریز بود. برخورد فیزیکی جرمه، زندان داره. بی خیال بابا، من تا حالا برخورد فیزیکی از نزدیک ندیده بودم. چقدر خشن و جذاب بود واقعا. انقدر نگین درگیری فیزیکی. درگیری فیزیکی ندیدین؟ این که چیزی نبود، یه هدایت ساده بود. سلامتی پهلوان ناصر و حماس آفرینیشون همگی جای مهمونه من با کافئین بیشتر. چاکرم اوش از صحب. این آقای لاته کافه بود داشت گریه میکرد؟ بله قربان. چطور؟ چه اتفاقی براش افتاده بود؟ جناب سروان این پهلوان ناصر شتکش کرد. بله بدون دست. دست نزد فهمیدم شتک بدون دست، یعنی مثلا فهمیدم گفتن اینجوری که شتک شتک بسیار کلاسی. هدایت تو دست جمع شد. بد نمیومد؟ خوشم اومد. نه نابودش کرد دیگه، فقط دست نزد. خیلی خوب، فقط بدون لمس. برای کار دیگه اینجام. کار دیگه همه اونایی که تو کافن، همه کارتای شناسایی رو میز، همه کارتای شناسایی رو میز. بخش من رسید کاغذی شما دارم. شما رسیدش دیدم، مال شما رو. شما برو چای بیار. برای این انجام وظیفه؟ برو چایی بیار. چشم. چرا؟ چرا نه؟ های امون همیز کنید اینجا رو دیگه. چیه؟ به من گزارش شده که توی کافه مکافین دیده شد. مکافین چی گزارش کرد؟ از همین رو رکس اساسترین مکافین یابه تمام هست. حساسترین مکافین یابه تمام هست. هرز هایی که بینی رکس داره 588,000 برابر تمام پروزی است که تا این لحظه باش آشنا شد. متاسفانه از همین رو زیر یک دقیقه خواهید دید که داخل این کافه باشه. من چقدر فراموشگاه شدم جدیدم. این چی بود اسی؟ ها؟ قرص سرما خوردگی. ساشت سرما خورده دوستم. هیچه عدسه
عطسه حالش خوب بود. عطسه های محض اسی این گلو دیگه گلو بشو نیست. خیلی اسی یا 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 شسته بودی؟ شیرینی از کجا؟ با تو اما همسر من اسی، دوست عزیزم لانگوراداز چامچامال. خیلی خوش اومدین. قدم رنجه فرمودین. کاش میگفتین، من میدونستم زودتر خدمتتون میرسم. واقعا خوش اومدین. خیلی ممنونم. بشین جو اومد دیگه. چند وقت بانو لانگورا تشریف آوردن؟ به اندازه کافیه. دیگه شما ببخشین دیگه، این آقای سی ما عادت داره تو توالت که میره آواز میخونه. اتفاقا صدای مزخرفی هم داره. پیشنهاد من به شما قرقره روغن بنفش است. گلوتونو باز میکنه. با کمال میل پیشنهاد شما رو بانو لانگورا میپذیرم. چقدر خوشحالم که شما رو از نزدیک میبینم. لونا جان خیلی خیلی از شما تعریف کرد. خیلی. لونا جان به من لطف دارن. بس که خودش فوبوسه. ببخشید چیه؟ فوبوس آقا جون، ماه مریخه. آقا جون گفته بودم که جد منجمد منه، هنوز خیلی چیزها رو بلد نیست. کوچیک شما. امیدوارم از مریخ ما خوشتون اومده باشه آقای ناصر. والا خوشم که اومده، فقط اینکه آب و هوا نداره یکم زایه است. این مشکلات در حومه شهره. وقتی زندگی کنین تو شهرهای بزرگ زیر حباب شهر، این مشکلات خیلی کمتر میشه. مخصوصا اینکه برای بیرون رفتن از خونه دیگه مجبور نیستین دائم لباس فضایی بپوشین. فضای سبزش بیشتره، تفریحات آوتدورش بیشتره. آوتدور، بله. مطمئنم اگر به الیسیوم بیاید خوشحالتر خواهید بود. بیایم الیسیوم؟ بله عزیزم، لانگورا دلش میخواد من به عنوان معاون و دستیار اولش مدام کنارش باشم. در نتیجه پیشنهاد داده همگی بریم الیسیوم زندگی کنیم. این خیلی عالیه. فقط الیسیوم کجا هست؟ پایتخت مریخ آقا جون. بزرگترین شهر مریخ، 5 برابر بارسا. ببین ناصر، انقدر مدرنه این فیلم فضایی ها میمونه. البته لولا، اگر خانوادت موافق باشن، چون من میدونم دل کندن از خونه و زندگی جایی که آدم توش کلی خاطره داره آسون نیست. خیلی هم آسونه به نظر من. بله آسونه، یعنی شاید بر من سخت باشه، ولی چون من اصلا کیم نظر بدم، چون تمام فکر و ذکر من آرامش بانو لوناست. منم که تازه اومدم اینجا هنوز خاطره ای ندارم، ترجیح میدم خاطراتمو تو پایتخت بسازم. منم که رباتم. منم که جوونم و همواره نگاهم به روبروس، نه گذشته که گذشت. چی شد؟ الیسیوم خیلی دوست دارم. منم مشکلی ندارم، منم میام. خیلی بابا، با شما بعدن حرف میزنم. خوش به حالت لونا، چه خانواده همدل و همراهی داری، برعکس خانواده من. اون برادرم اون برادرش. برادرش چی لونا؟ برادرش چی؟ چی برادرش؟ خیلی باهاش بد کرد. این صداها چی جوری در میاری؟ کافیه. اون همه حمایتش کردم، نتیجهش چی شد؟ چی شد لونا؟ چی شد؟ نتیجهش چی شد؟
اصلا نتیجه خوبی نشد. اصلا خشون به نظر من چرا فکر خودتو اینقدر با این فکرای منفی شلوغ پلوغ میکنی؟ نه مگه نه آقا جون؟ آره ببین آنگولا. نه اله آنگولا آقا جون. حالا هرچی ما رو به عنوان خانواده جدیدت بپذیر عزیزم. چرا که نه خاله. خب دیگه من باید برم، خیلی کار دارم. وقتی آدم معاون نداشته باشه همه یه کارا ریخته میشه گردن خودش. از این به بعد بریزین گردن لونا با من. فردا لونا فردا میشینیم و با همدیگه قراردادمون رو امضا میکنیم. باشه. بعدم به اتفاق خانواده جدیدم میریم الیسیوم و چند تا خونه میبینیم. موافقیم؟ خیلی موافقیم. عالی. آنگولا. لانگورا. حالا هرچی. من خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. از طرف من خیلی به رباتتون سلام برسون. میرسونم. آنگولا خداحافظ. خانم. بتاب. آبه میبن. ببینی الان تابون چه؟ میتابونه الان خطرم. شرکت. چی شد؟ رفت تابونه شد. آقا جون این روش جا به جایی اسمش هست به تابون. به این شکل که مولکول های شما رو از هم جدا میکنه، میبره تو نقطه مقصد با سرعت نور و اونجا دوباره سرهم میکنه. حالا اگه تو نقطه مقصد یه دفعه سرهم نشد چی؟ نه میشه آقا جون. بهترین روش جا به جایی به تابونه. خیلی هم گرونه. البته بعضی بتابونای ساخت مشتری ایرادات جزئی دارن. آره دیگه جنس بنجل همینه. دوست مامانم یه دونهشو خرید، خودشو بتابون کرد بارسوم، لباساش جا موند خونه. چی شد لخت؟ کدوم دوست مامانت؟ خود مامانم. حالا خاله لانگورام برامون یه دونه بتابون میخره بعدن. من نیستم آما، از همین الان بگم من رو مولکولام خیلی حساسم، یعنی خط قرمز من مولکولام. چه جاله. خب یکم از این دوستت واسه ما بگو. آقا جون چشتو گرفته ها. نه بابا خدای من شاهده بعد محگول هیچ دختری دیگه به چشم من نمیاد. ولی رابطه این سکه میمونه، دو تا رو داره، یه روی احساسی داره یه روی منطقی. روی احساسی که من محکولم رو به هیچ کس نمیفروشم، ولی روی منطقیش به لحاظ منطقی وصلت من با آنگولا عین این میمونه که من با نشیمن افتاده باشم تو اصلا. آقا جان داریم شارژ میکنیم. چیزی نبود که چه چندش آور. یه ضرب المثل قدیمیه، خیلی هم خوبه. خوبه با نشیمن تو اصلا مگه همون نیست که چسبناکه؟ آره اصلا همه نوچ میشه، همه جا آقا ول کنیم ول کنیم. من اشتباه کردم. میگم آقا همچه موقعیتی چجوری میتونه خوب باشه؟ یه خود ازش تعریف کن ببینم چه جور آدمیه. خب خیلی دختر خوبیه، 45 تا چاه آب داره، کارخونه تصفیه آب داره، یه خونه بزرگ تو الیسیوم داره. لونا اینا رو که میدونم، یه خود از جزئیات بگو، یه خود از خصوصیات شخصیش بگو، یه چیزی که بتونم ازش سوء استفاده کنم مخش رو بزنم. مثلا اینکه سرگرمیش چیه، چه رنگی رو دوست داره، چه گلی رو دوست داره، غذای مورد علاقش چیه، چه موسیقی گوش میده. از اون لحاظ خب جونم برات بگه که لانگورا خیلی دختر خوبیه. بعد ما تو بچگی دوستای صمیمی با هم بودیم. البته ریاضیش خیلی خوب نیست، من بهش درس میدادم که مهم نیست، ولی چه آتیشی میسوزوندیم. بیا ببین یه بار یه سنگ‌خاره گذاشتیم تو کیف معلممون نیوزاهدی، همچی پاک ترک انقدر. ولی خب میدونی با خانوادهش خیلی رابطه نداشت، مخصوصا اون کاری که برادرش باش کرد. بعد اصلا این همه این اونا رو حمایت میکرد. حمایت؟ چه حمایتی؟ بعد یه بهت گفتم که 45 تا چاه آب داره. نه آره گفتم. تو آنگولا رو یادت نمیاد؟ نه یادت نمیاد؟ نه نه معلوم بود.
هرچی زور میزنم یادم نمیاد دارم دیوونه میشم. ای وای، اگه تو رو اشتباه گرفته باشه چی؟ ای وای، نه اشتباه نگرفته اسی، بابا همه خاطراتو داره درست میگه. دبیرستان سپهر نیوورامین، بانو نیوزاهدی، همکلاسیام، ولی خودش یادم نمیاد که یادم نمیاد چیکار کنم آقا جون. این که گفتی ریاضیت خوبه و شاگرد اولی چیه؟ حالا اونم یادم نمیاد ولی بقیه همه چیز درسته. ای وای، ای وای، اگه بفهمه همه چی تموم میشه، همه آمال و آرزوامو چیکار کنیم آقا جون؟ ببین به نظرم باید بری راستشو بهش بگی دیگه. بابا مگه خودتون به من یاد ندادین که آدم از بچگی همیشه حقیقت پیروزه؟ خشت. منم نگران همینم اسی. میگم لونایی شاید قیافش عوض شده، چون آدم ها قیافهاشون عوض میشه. نه با قیافش عوض شده باشه، اسم به یه عجیب غریبی چی؟ آنگولا داست نمیم چی چی؟ لانگولا داست چامچاما. لانگولا داست چامچاما متداول ترین و معروف ترین اسم دختر در مریخ. این اسم متداوله؟ بله. همین الان بریم میدون نیوکرای داد بزنی لانگورا داست چامچاما، ده نفر برمیگرده. ما خودمون تو اکیپمون 5 تا لانگورا داست چامچاما داریم. لانگورا داست چامچاما له. نه آقا جون، لانگورا داست چامچاما اسمشه، ل فامیلیشه. ل فامیلیشه؟ این چه بحثی اصلا میکنه؟ الان چیکار باید بکنیم؟ هیچی دیگه، همینجا میمونیم دوره هم. یعنی الیسیا و همه چی پر؟ باز دوباره باید بشینیم تو این خونه کلنگی؟ از خودت هم باشه. من گفتم مانیو اکبری شانس نداریم. ای وای، همه چی تموم شد. زهر ما رو همه چی تموم شد. چی تموم شد؟ یادت نمیاد که یادت نمیاد. ببخشید، حالا مگه تو بچگیتون با خاطراتتون چه گلی به سر هم دیگه زدین؟ فوقش چهار تا فشفشه هوا کردین دیگه. حالا یادت نمیاد؟ مهم الانه که با هم دیگه دوستین، دوستای خوبی هم هستین. راست میگی آقا جون؟ آره. برو بچسب به کارت، هر چی هم ازت پرسید بگو آره آره قشنگ یادم میاد، بقیش هم بسپار به من. همین کارو میکنم آقا جون. اصلا حیف دوستی به این قشنگی نیست که سر چیزای به این پیش با افتادگی بخوام خرابش کنم. باریکلا الان شد. الحق که نواده خودمی. آخ جون، الیسیو ما داریم میای. نه شما نه، شست رفت. آقا جون. جون من خیلی خوشحالم که شما کنار ما این چشم سازه میزاد نیست. آه چه سمیه تو که شور قیافتو ببرم با اون بتابونت. چرا؟ چرا منو چهار تا بلوکون برتر پیاده کرد عزیزم؟ این بتابونای ساخت مشتری همینن دیگه، تو هرس نخور. لونا که بهت شک نکرده حتی یک ثانیه، همچین براش این خاطرهای مزخرف رو جعل میکردم و اون پا به پا میومد که اصلا خودم هم باورم شده بود همکلاسیش بودم. آماده است قرار دادا؟ بلیتامونم رزرو کردم برای شنبه. آخه وقتی ما داریم تو سواحل آندرومدا آفتاب میگیریم، بانو لونا نیو اکبری مدیرعامل کلاهبردار یک شرکت برشکسته با چند صد میلیون بدهی داره میره زندان برای حداقل 150 سال. وای لانگو تو خیلی بیرحمی. کجاشو دیدی؟ کاش اون جد منجمد آویزونش هم باهاش میبردن، خیلی احساس خوشتیپی میکرد با اون قیافش نکبت. ببینم بد نگاه کرده بهت؟ میرم سراغش. تو که میدونی من خیلی با خشونت شتک میکنم. نه بابا، بعد قیافهشو میدیدی یک مرتیکه دیلاغ بدقوارهی بود. خیلی احساس میکرد که خوشتیپه و همه چی تمومه. اصلا نمیدونم این اعتماد به نفس از کجا آورده بود. البته حقم داشتا، من خیلی خوب ادای بانوهای واقعی رو در میآوردم، خیلی خوب. مگه چجوری در میآوردی؟ زندگی توی شهرهای بزرگ خیلی آسون تره، تفریحات آتدور داره.
چه قیافه واقعی تو ندید بگر نمیزش در میره. چشم اگه قیافه واقعی من؟ چیزیش نیست. نه تو الان گفتی خوب شد قیافه واقعی تو ندید. من چاقم؟ من که اینو گفتم؟ نه من منظورم اینه که اگه تو مثلا خود حقیقی یعنی شخصیت خود حقیقی نه خوشینت فیزیکی نه من به تو خود حقیقی نه.